قسمت قبلی اعتراض‌های کارگری و دانشجویی رو تا نقطه ایجاد یک تشکل صنفی دنبال کردیم. حالا می‌خوایم ببینیم که در ادامه چه چیزهایی پیش روشون متصوره. وقتی کارگرهای کارخونه دست به اعتراض زدند، موضوع به همین جا ختم نمیشه. مدیر کارخونه که اغلب نماینده دولت و حامی منافع طبقه حاکم هست، به همین راحتی در برابر خواست کارگرا کوتاه نمیاد، چون خودش هم جزئی از حکومت هست. به خاطر همین دولت نیروهای سرکوبگر رو وارد میکنه تا با ایجاد روب و وحشت و دستگیری اعتراض برحق اونها رو خاموش کنه و اجازه نده که ادامه دار بشه. کارگرها اینجا متوجه یک موضوع میشن. مشکل فقط مدیر کارخونه نیست. پشتوانه کارفرما، دولت و نیروهای سرکوبگر هستند. در نتیجه کارگران اگر میخوان به نتیجه برسن باید مبارزشون رو یک مدار ارتقا بدن، یعنی اعتراضات دولت حاکم و ظالم رو هدف قرار میده. شعارها رنگ و بوی سیاسی میگیره. مبارزه از حالت صنفی به صنفی سیاسی ارتقا پیدا میکنه. همینطور در مورد دانشگاه، اعتراض ممکن از شهریه، قانون سنوات یا مشکل کیفیت غذا شروع بشه، اما بعد پای حراست وسط کشیده میشه و ممکنه موضوع به احکام انضباطی، سرکوب، محرومیت از تحصیل یا زندان هم بکشه. اینجاست که شعارها عوض میشه. این یک قانون کلی برای اغلب اعتراضات و تحصانهای صنفی در کشورهای تحت دیکتاتوریه، چون دیکتاتور توان و نیت پاسخ دادن به خواسته های صنفی رو نداره. در نتیجه مبارزه جنبه سیاسی به خودش میگیره. پس برای پیش بردن یک مبارزه صنفی سیاسی باید تشکل خاص خودش ایجاد بشه، چون باید اهداف و برنامه‌های سیاسی داشته باشه و اگه شرایطش آماده باشه توی جامعه هم روشنگری یا افشاگری کنه و متناسب با هدفش ارگان‌های مورد نیازش رو هم شکل بده، مثلا سخنگو، نماینده، نشریه، بخش تبلیغات و غیره. برای تکامل مبارزه، تشکل و الزامات مورد نیاز باید وجود داشته باشه تا بتونه خواسته های یک قشر یا صنف رو محقق کنه. و اما قدم بعد، اون کارگر یا دانشجو که تا این مرحله جلو اومده متوجه میشه که فراتر از محیط کاری یا آموزشی و حقوق از دست رفته خودش، یک مشکل عام‌تر و ریشه‌ای تر وجود داره. مشکلی که علت همه مشکلات دیگه، از فقر و گرانی گرفته تا اعتیاد و فساد هم هست، یعنی حکومت دیکتاتوری. به همین دلیل تنها راه حل این مشکلات به طور ریشه‌ای تغییر شرایط موجوده. اینجاست که مبارزه کاملا شکل سیاسی به خودش میگیره. اگر در اون جامعه امکان مبارزه در کادر حاکمیت یا مبارزه پارلمانی و اصلاحات باشه، به اون مبارزه رفرمیستی میگن. اما اگه فضای باز سیاسی نباشه، یعنی حکومت دیکتاتوری مطلق و سرکوبگر باشه، اونجاست که نیاز به یک مبارزه انقلابی برای سرنگونی بنیادین حکومته. وقتی هدف جامعه تغییر حکومت باشه، قوانین مبارزه هم پیچیده تر و متفاوته.